یکشنبه. وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل گفت که در نتیجه امضای تفاهمنامه دندیغوری 2000 خانواده بیجا شده دوباره به خانه های خود برگشتند. ولسی جرگه در رابطه به چگونگی تفاهمنامه با بزرگان قومی دندیغوری، وزیر سرحدات اقوام و قبایل و مسئولان مربوطه را استجواب کرد. وزیر سرحدات اقوام و قبایل میگوید که این تفاهمنامه با بزرگان قومی در منطقه دهن غوری و ولسوالی دندیغوری بغلان برای تامین امنیت امضا شده است. گلاب منگل میگوید که هنگام امضای این تفاهمنامه والی، قمندان امنیه، شورای ولایتی به شمول مسئولان محلی ولایت بغلان حضور داشتند و تا هنوز سبب تامین صلح و امنیت در منطقه شده است. دغه یو مهم سولیز دولس د ملاتړ او دولس د پښتبني یو ډیر غوړه نمونه و چې موږ وکولای شو په بغلان کې د خلکو په ګډون، د ولس په ګډون، د مشرانو په ګډون سیمه ته سولې راولو او د جنگ مخه ونیسو. وزیر سرحدات اقوام و قبایل میگوید که بر اساس این تفاهمنامه بزرگان قومی دندیغوری بغلان تعهد سپردند که به طالبان اجازه نمیدهند که در این منطقه به ناامنی ها دامن بزنند. منگل میگوید که پس از امضای این تفاهمنامه نزدیک به 2000 خانواده بیجا شده توانستند تا دوباره به خانه های خود برگردند. نیروهای امنیتی و دفاعی ما یک خطوه هم به عقب نرفته، ما یک سانتی متر جای با مخالفین رها نکردیم. با خدا باور کنین نماینده محترم، زمانی که ای امتنای بجا شده ما پس به منطقه میرفتن، زن و مرد و طفل از خوشی گریان میکردن، هیچ فکر نمیکردن که در این منطقه صلح میاین. اما برخی از اوی ولس جرگه با این تفاهمنامه ابراز مخالفت میکنند و میگویند که این کار دادن امتیاز به طالبان است. از یک طرف با قوانین مداخله صورت گرفته، از طرف دیگه چی تضمینی وجود داره که امیر سفیدای محترم و ماری سفیدای معزز ما در تباری و هماهنگی با طالبا اجراات نکنن؟ ما صراحتا اعلام میکنم که فقط موقع دادن به طالباست به خاطر تجهیز و تسلیح هر چی بیشتر و عملات هر چی بیشتر سر پل خمری و شارای مزار کابل. اما برخی از اعضای دیگر ولس جرگه این تفاهمنامه را به سود باشندگان منطقه دندیغوری و دولت می‌خوانند و می‌گویند حلقاتی که با این تفاهمنامه مخالفت نشان می‌دهند کسانی‌اند که امنیت در دندیغوری را تهدید به منافع شخصی خود می‌دانند. نه، یک تعداد هستند که می‌خواهند که جنگ با جنگ فقط حل کنیم و میگن که چرا شما ماندین که شارع یا ولسوالی را بمبارد نکنه و فیرای و توپ و تفنگ چرا استفاده نشه. هر خبر پا جرگه بانده حل چی؟ دا اوز کاش که دا قندوز وکیل سایبان یا اوسه وزیر سایبان تله و قندوز خلق و سر خبر کرده و دا پا جرگه بانده حل چی و دا آخر خبره و زه دا غایت و خصوصا ده جناب منگل صاحب ندیر منه نکم و مختلف در ترکیب آیات است و چنین ضرورت دیده شده و در تفاهمنامه موادی که هست کدام چیزی از نظر من خلاف اصول نیست. در افغانستان در رئیس جمهور است، در اجرایی رئیس، در دی وزیر سبس، در مرگور است زد چه کوری کم چه دوی در کمبود لاری در مشکل علی در خلق چه در چاسه پا تکلیب تی در کم خلق چه در پراتی دی در چاسه پا تکلیب تی داشت پا شمال کم نوری نقش مجلرو نور دې دا خبره پریږدي چې طالب پښتون دی، نور دې دا خبره پریږدي چې پلانکی تاجک دی. که مې دغه خبرې سره کولې، که مې دغه خبرې سره کولې، نو موږ هم مجبور یو چې تصمیم ونسو. تشکر. موږ هم مجبور یو چې تصمیم ونسو. موږ دې ته مو مجبور کوي چې موږ پر خلکو باندې ږغ وکړو چې راځي. بر سر این تفاهمنامه میان برخی از اوی ولس جرگه برخورد فیزیکی نیز صورت گرفت که در نتیجه آن جلسه بی نتیجه به پایان رسید. قمندان امنیه قندهار میگوید در صورتی که دولت به وی اجازه بدهد آماده است تا به جنگ کندز برود. صداهای آمادگی جنگ در برابر جنگجویان در ولایت قندوز از هر ولایت برمیخیزد. جنرال عبدالرازق قمندان امنی قندهار و رئیس افراطیپی حوزه جنوب غرب از دولت خواست است تا به وی اجازه بدهد که به جنگ قندوز برود. وی مسئولان امنیتی محلی رقابت‌های گروه‌ها افراد مسلح غیر مسئول و تعصبات قومی را عوامل سقوط قندوز می‌خواند. د کندوز لپاره موږ د مرکزی حکومت فیصلې ته ګورو، دا چې شدت په مرکز کې موږ دغونو قوتونه ولرو چې د کندوز یا بلخشان نور ځای ته رسیدګي وکړي او ورسېږي. کنې د
کندار یا د جزون سم کولای شو چې کومک سره وکړو موږ آماده یو هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه آرام مرکی موږ به هغه پر ځای کوو. جنرال رازق آوازه های را رد کرد که گویا طالبان مسلح ولایت هلمند و روزگان را نیست تصرف خواهند کرد. مشکلات به این جنگ وی پیدی که شخص نسته جنگ کتول افغانستان که با کابل که درار در دیر بد وحشت روان خلق اختطافیجی انتیاران کیجی دخچا و سر و مال بامن ندی ولایتو تو گره ولایتو ندر مرکز آمن دا یو جنگ دی پر مورت فلسوی دی دا غیست مورتی هم سایه مولکتون و گره چه پل توریستان جردی آغم پا دا دا مشکلات به یو خود د دې اطمینان په چې موږ ولایت څنګه سکوت نه کوي. از سوی دیگر ده هاتن از بزرگان قومی در ولایت قندهار مصفدان و عالمان دین ته نشست در رابطه با وضعیت کنونی قندوز ابراز نگرانی کردند و از دولت خواستند تا عاملان سقوط قندوز را مجازات کند. عوامل دولت رو دفاع کرد و دولت رو تک جدی باید چه پر عوامل خاص تیران نوکی ولی سوک چه خوش اگه دا قندوز پرنسو و دا پلسو خوش مخبل اپا خودی در دست رشکاره کهو که قندوز بلایت کن دولیتی نیولستونه در زن فیدیل نبورو او دوتی بغم که دکنه هر کل خلق درانون شدید بورو در قندوز پیشه نه در اسمان است ایلانی سویده او نه در دبل شاق نگه سویده در فل در قندوز در خل بوده بینش باقی و نسار دید. قابل یادآوری است که در بیشتر مناطق نیروهای امنیتی زمام امور را به دست گرفتند، اما با وجود آن هم نیروهای امنیتی میگویند که برای گسترش ساحات امنیتی کار بیشتر میکنند. یکشنبه وزارت فواید عامه میگوید مشکلات حقوقی سرک حلقوی هنوز هم پابرجاست. کار ایجاد سرک حلقوی کشور که از 9 سال به این سو آغاز گردیده است، در کنار مشکلات امنیتی و تکنیکی به دلیل مشکلات حقوقی میان حکومت افغانستان و قراردادیان این پروژه بزرگ نیز چندین بار به تعویق افتاده است. اینجا در سیمینار رئیسان فواید عامه ولایات وزیر فواید عامه میگوید که مشکلات حقوقی این پروژه هنوز حل نگردیده، اما کارهای دیزاین بخش اول و دوم آن هنوز ادامه دارد و در آینده نزدیک کار عملی آن آغاز می‌گردد. مشکلات حقوقی است که ما با کمپانی EMGB اما کمپانی ترکیه آمریکایی که اما متولی بودن که سرک بسازن، خب مسائل حقوقی ما با اونا جریان داره و مدت پالوی از او با تفاهمی که ما با بانک انکشاف آسیایی دونر پروژه کردیم کارهای مقدماتی برای شروع مجدد سرک آغاز شده. در سیکشن 1 و 2 فعلا کارهای روی تکمیل دیزاین سیکشن 1 و 2 که قبلا از طرف کمپانی صورت گرفته بود کارها آغاز شده و جریان داره. طول مجموعی این سرک نزدیک به 3400 کیلومتر نشان داده شده است که کابل پایتخت کشور را در شمال با بلخ، در غرب با هرات، در جنوب با قندهار و در شرق با ننگرهار وصل می کند. وزارت فواید عامه از آمادگی های کامل خود برای زمستان آینده خبر می دهد و می گوید که ژاپن 106 واسطه برف پاکی را با حکومت افغانستان کمک کرده است که در زمستان از آن کار گرفته خواهد شد. از محل کمک هایی که کشور دوست ما ژاپن با ما داشت 106 اراده و سایت برف پاکی در اختیار ما گذاشته شده که مطابق جداولی که تهیه شده این در اختیار رؤسای ولایتی ما ولایت هایی که مشخص شده قرار خواهد گرفت که ما بتانیم با استفاده از او وسایل یک تدابیر مناسب تری را در قسمت مسائل مربوط به زمستان ما در پیش داشته باشیم. محمود بلیغ قراردادهای عقد شده برف پاکی با کمپانی های خصوصی را در سالهای گذشته پر از مشکلات می خواند و می گوید که در سال جاری تلاش بیشتر خواهد شد تا از وسایل موجود دولتی استفاده شود. وزیر فواید عامه می گوید که قرارداد بازسازی سالنگ ها با بانک جهانی امضا شده است که بر اساس آن مصارف این پروژه از سوی این بانک پرداخته می شود. تخصیص بودجه که بانک جهانی برای این پروژه در نظر گرفته بود با بانک دفتر بانک جهانی در کابل امضا شده و برای تایید نهایی به بورد عالی بانک جهانی در شهر واشنگتن دی سی تا اواسط اکتبر فرستاده خواهد شد و ما امیدوار هستیم که در ختم ماه اکتبر در تایید نهایی اونا را داشته باشیم که بانک جهانی اما کمک خود با ما خواهد داد و
ارتباط دو تا پروژه، یک پروژه سرک از بروشی تا بامیان هست و یک ترمیم اساسی مسیر و تونل سالنگ از خود جبل السراج تا ولسوالی خنجان که آمادگی تقریبا آمادگی داریم برای زمستان سال آینده. اگر زمستان پیشروی که داریم اگر مشکلی پیش میاد در برابر از دو استادگی خود کردیم در بخاطر بازنگذاشتن شهر سالنگ به طور دائمی برای ترافیک اقدامات که دیگه سالا کردیم، اما اقدامات در سالام خود کردیم. وزیر فواید آمد در حالی از ترمیم اساسی سالنگ ها خبر می دهد که اکنون بیشتر بخش های سالنگ ها کاملا تخریب گردیده است و به گفته ی مردم در سال جاری نیز اعمار تمام بخش های آن غیر ممکن است. دوشنبه، رئیس اجرائیه حکومت میگوید حملات اخیر در کشور به ویژه کندوز بخشی از استراتژی برای ناامن ساختن کشور و زیر سوال بردن حاکمیت ملی افغانستان است. رئیس اجرائیه حکومت میگوید حملات اخیر در ولایت های کشور بخشی از استراتژی است که به خاطر زیر سوال بردن حاکمیت ملی افغانستان راه اندازی شده است. عبدالله عبدالله پاکستان را متهم می کند که طالبان را در خودش جا داده و امنیت افغانستان را تهدید می کند و با وقایع و حقایق اخیر هیچ ابهامی در این مورد نزد کشورهای جهان وجود ندارد. مشکل اصلی که برای طالب ها و تروریست ها در بیرون از کشور ما در کشور پاکستان پناه داده شده و از اونا حمایت صورت میگیره و این حمایت سبب شده که جنگ در افغانستان گسترش پیدا کنه، نارامی گسترش پیدا کنه. امروز هم به خاطر ای که ادعای مردم افغانستان و حاکمیت افغانستان و سلامت افغانستان زیر سوال ببرند، دشمنان افغانستان طبعا بیشترین حملات در طی امی ماه و یک ماه قبلش در ولایت مختلف افغانستان داشتند و کندوز هم جز یک توطئه به مراتب بزرگتر از این چیزی که امروز ابعادش ما شما میبینین بوده. رئیس جمهوری حکومت میگوید برای برگشتاندن وضعیت به حالت عادی از تمامی امکانات استفاده خواهند کرد. به گفته عبدالله همکنون افغانستان با یک جنگ فراگیر روبروست و نباید به این جنگ رنگ و بوی قومی داده شود. عبدالله از سر و صداهایی در داخل نظام سخن میگوید که به گفته وی برخی عناصر اعمال و جنایت جنگجویان را توجیه میکنند که نباید اجازه داده شوند و باید صف موافقان و مخالفان نظام مشخص شود. دیده میشه که از تریبین دولت توجیه میشه جنایت و از جنایت خواسته میشه که پرده پوشی شود. در داخل نظام و هیچ صدایی که دشمن توجیه کنه نباید اجازه داده شه. با یک جنگ عمومی و سرتاسری مردم افغانستان و نیروهای امنیتی مواجه است. در این راستا بسیار مهم است که صف کسایی که در خط دفاع از نظام، در خط دفاع از حاکمیت مردم افغانستان، در صف دفاع از استقلال و عزت مردم افغانستان قرار دارند، یک صف واضح و روشن باشد. ایجاد روحی ملی بی‌باوری در داخل نظام و در میان مردم، مداخله در کار نیروهای امنیتی و ناکام ثابت شدن تقرری‌های جدید حکومت وحدت ملی در بیشتر ولایت‌ها از جمله موضوعات هستند که رئیس اجرایه را نگران ساختند و وی خواهان تجدید نظر در بخش تعینات در سطح ولایت‌ها می‌باشد. نشان میده که در ولایتی که در سطح آسیب پذیری بلند داره در تعیین و تقرر باید که تجدید نظر صورت بگیره. در مقرری ها اوطوره که بنابر بعضی برداشت ها اقدام صورت میگرفت نتیجه نداده. من نقطه ردهی هم میدانم که شاید در کار نهادهای امنیتی هم از هر طریق و از هر طرف مداخله صورت میگیره که یه هم میتونه که سبب از این شبه که گندی در کارا صورت بگیره و یا در تصامیم تأخیر پیش بیه. رئیس اجرایه میگه در مسئله دفاع از سقوط و کندوز کوتاهی صورت گرفته است و باید به صورت دقیق رسیدگی شود و همه به آن پاسخگو باشند. سه‌شنبه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بر طرح حضور 5000 سرباز آمریکایی پس از سال 2016 در افغانستان غور می‌کند. همزمان با شدت جنگ در کشور، جنرالان آمریکایی تلاش می‌کنند تا با خراب نشان دادن وضعیت امنیتی افغانستان، زمینه باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان را
پس از سال 2016 نیز مساید سازند. اکنون قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان به آمریکا رفته است تا معلومات خود در رابطه با وضعیت افغانستان را با اوباما و کانگریس شریک کند. رسانه‌های آمریکایی می‌نویسند که وی از کانگریس و اوباما خواهد خواست تا پس از سال 2016 نیز 5000 سرباز این کشور در افغانستان باقی بماند. اعضای شورای ملی می‌گویند جنرالان آمریکایی تلاش می‌کنند تا با بدتر نشان دادن وضعیت در افغانستان زمینه ادامه حضور نظامی خود در این کشور را فراهم کنند. اظهارات کوي چې یو قانوني جواز پیدا کړی یو قانونی لار پیدا کی چې دغه په اساس باندې په افغانستان کې باید پاتې شي د دوی سنا به رائے ورته ورکی او جهان باید دوی ته پیسې راټول کی نو که راټول کم د افغانستان د رهبری او د حکومت متاسنه پرته به د افغانستان کې پاتې کیږي او د جګړې ته به ادامه ورکی او متاسفانه د جنگ ډګر به هم افغانستان صورت اگر اونا واقعا باز هم نظارگر باشن و دشمن هر روز به چالش بندازه مردم افغانستانه من فکر میکنم وزور از اونا هیچ معنی و مفهومی نداره. در افغانستان که در دوی نموجودیت در تروریزم در پرمختک او در موجوده افغانی قواهو در کامل نتربیه لش تربیه او یا در نتجزات پا در لدول سره دوی نتوانیجی چه دی پا کامل دول بانی در افغانستان امنیت وسط. این در حالی است که هیلری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است که در صورت برنده شدن در انتخابات آینده در رابطه به ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان فیصله جدید می کند. چهارشنبه آگاهان سیاسی میگویند حضور نظامی آمریکا در 14 سال گذشته در افغانستان ناکام است. تاریخ 7 اکتبر از حمله هوایی آمریکا بر القاعده و حکومت طالبان در افغانستان 14 سال سپری می شود. طالبان به پناه دادن تروریستان و دادن مخفیگاه به القاعده در افغانستان متهم بودند. هدف حمله ایالات متحده بر افغانستان از بین بردن توریسم و مسئولیت حقوق بشر و آزادی بود، اما به تازگی نمایش قدرت طالبان در کندوز و بمباری تیاره‌های آمریکایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در این ولایت نشان می‌دهد که واشنگتن تا چی حد در شعارهای خود موفق بوده است. آگاهان سیاسی در 14 سال گذشته حضور نظامی آمریکا و غرب در افغانستان را ناکام می‌خوانند و می‌گویند که ایالات متحده تنها تا حد منافع خود کار کرده است و با توریسم مبارزه صادقانه انجام نداده است. تنها حضور ایالات متحده در مجموع و چه مطابق با توافق امنیتی قبلی و چه در چارچوب نیروهای ناتو در راستای مبارزه با توریسم فقط برای منظور اهداف ایالات متحده است، نه بر تامین ثبات در افغانستان. دوی راتک افغانستان تا په کامل ډول د نننۍ حوزه سره په مقایسه ناکام دی او صرف د ځان د منافعو لپاره کار کړی. د افغانستان خلک بیا هم تر یو هدف پوری پریخی دی ترڅو د همدغه ترهګرو او پاکستان سره خپل مازلی په خپل حل کړي. طالب را که واقعا نامبارزه میکرد یا القاعده را د مدت 20 روز نابود کردن، اما شما دیدین که در طول 13 سال بسیار امروز تقویه شده که یک نمونیش شما پریشو که می پشت این میخانه ماست دیدین که حمله کردن و تاسوب چقدر مردم نارام داشتن. امروز وضعیت قندوز ببینیم، بدخشان رو ببینیم، جوزجان و سرپل و ولایت فرار ببینیم، مثلا هلمند ببینیم، به نحوه هیچ ولایت نیست که آرامی داشته باشه. با باور آگاهان سیاسی با حضور نیروهای خارجی در افغانستان مواد مخدر در این کشور رشد کرد و طالبان نه تنها این که ضعیف شدند بلکه در کنار تقویه شدن این گروه‌های مسلح دیگر مانند داعش نیز حضور کردند. آگاهان سیاسی میگویند ایالات متحده در 14 سال گذشته برای رسیدن به اهداف خود جنگ را در افغانستان جاری نگه داشتند و در نتیجه عملیات هوایی و زمینی و بهانه سرکوبی تروریسم افغان‌های ملکی را کشتند. کردی سب دغه استراتیژیک تړون نور سره امضا کاوه، هغه په دې پوه شو چې دوی په خپلو وعدو کې وفادار او صادق نه دي. ښه مثال یې موږ تاسې وینو، دا امریکایانو یو وخت ویل چې موږ په افغانستان کې یو انچ شیم د فضا څخه وینو، ولې بدبختانه بیا دوی پر ودو باندې بمبار کاوه چې سلسل کسه شیدانه وه. امریکا و چیزایی که ملت مردم افغانستان میخواست و کارها را انجام دادن نتونست، برخلاف از این ما شما در رسانه‌ها در همه جای دیدیم که بسیار زیاد گرچه که دستاوردهایی بود در قسمت بازسازی افغانستان، اما مشکل عمدهش بود که امریکا به عنوان یک دوست به افغانستان آمد، به عنوان یک کس آمد که مردم افغانستان نتونست که تحمل را داشته باشه.
چون صف به می خاطر بود که صف مخالفین روز به روز اضافه شده رفت. اعضای ولس جرگه بر این باورند که ایالات متحده بر پاکستان نفوذ دارد و در 14 سال گذشته این کشور در حل بحران قضیه افغانستان بر پاکستان هیچ گونه فشاری نیاورده و هنوز هم به کمک این کشور توریسم را در افغانستان تقویت بخشیده است. دیار لسکاله چوار لسکاله دوی دلتا هوایی بمباری کردی، پیاده نظامی عملیاتی کردی، اما اساسی مسئله چی با افغانستان که د افغانستان او د پاکستان معزله و اغیت دوی لاس نه دی وروړی نه غوښتل چې د پاکستان سره روابط خراب کړي. نو وینیم کې روز به روز طالبان قوی شند، برعکس دایش هم در افغانستان زور کده که امروز مردم افغانستان ناراض از این وضعیت امنیتی و او تو چیزی که فکر میشد که بعد امریکا مبارزه علیه تروریسم به قسم شاید باید انجام میداد، متاسفانه که به او رقم انجام دادن نتونست. باشندگان کابل در 14 سال گذشته دستاوردهای حکومت افغانستان را می ستایند، اما بر حضور نیروهای خارجی در افغانستان به این دلیل انتقاد می کنند که به گفته آنان با حضور نیروهای خارجی ناامنی ها با گذشت هر روز افزایش می یابد. مؤثر تمام نشده در طول 14 و بیشتر از 14 سال ناامنی ها اضافه شده، القاعده گروه های مختلف به نام های مختلف اضافه شده. نه تنها اینا در این کارشان موفق نبودند، بلکه مشکلات بیشتر به وجود آمده در افغانستان. این اظهارات در رابطه به حمله ایالات متحده بر افغانستان در حالی است که به باور آگاهان سیاسی آمریکا از طریق افغانستان در جستجوی به دست آوردن اهداف خود در منطقه است. پنجشنبه شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی با مراسم نمادین سالگرد سوگمندانه حکومت وحدت ملی را تجلیل کرد. شعرها و وعده هایی که عملی نشدند و با گذشت هر روز انتظارهای عملی شدن آن از میان برداشته می شود. تامین امنیت، بهبود وضعیت اقتصادی کشور، ایجاد کار، سهم دادن جوانان در ادارات حکومتی و ده ها تعهد دیگر که از سوی رهبران فعلی حکومت سپرده شده بود، با آنکه عملی نشد، حکومت داری یک سالی وحدت ملی برعکس آن را به تصویر می کشد و با گذشت هر روز وضعیت زندگی مردم در بخش های مختلف وخیم تر شده می رود. اعضای شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی وعده های رهبران حکومت وحدت ملی را در یخ نوشته و در آفتاب گذاشتند. آنان میگویند باشندگان کشور در ولایت های مختلف همه روزه قربانی سیاست های غلط ارگ و قصر سپیدار می شوند. شبکه نهادهای مدنی و فعالان سیاسی با حرکات نمادین قطع کیک و تاراج شدن آن توسط تیم اصلاحات و همکاری و تحول تدام و آنچه از یاد بردن مردم در یک سال حکومت داری وحدت ملی میگویند سالگرد این حکومت را به شکل سوگمندانه تجلیل کردند. آنها میگویند که یک سال میشود مردم در کشور بدترین وضعیت را تجربه میکنند. کارزار انتخاباتی و مخصوصا در زمان الف تالیف خود وعده های تمطراقانه را به مردم افغانستان سپردند که امروز دقیق یک سال میگذره و برعکس از او وعده های خود بر ما عمل انجام دادند. از او لحاظ جمعی از نهادهای جمعی مدنی به شمول فعالین سیاسی و مدنی امروز به شکل اعتراض‌آمیزش سالگرد و سوگمندانه حکومت وحدت ملی را تجلیل کرده. چون امروز اونا به اون وعده هایی که روی یخ نوشته کرده بودند امروز ما همو تمثیل کردیم، یعنی به افراد بی بضاعت، افراد و جوانایی که امروز بیکار هستند جز جنگ، خشونت، بی‌عدالتی چیز دیگری باقی نمانده. از یاد بردن مردم عام در این یک سال و درگیر بودن رهبران حکومت در تقسیم قدرت و تقرری های حکومتی بر اساس واسطه از انتقادهای جدی دیگر این اعتراض کنندگان است. دولتی که نتواند از جوانی خود، دولتی که نتواند از ناموسی خود دفاع کند، اون دولت نیست، اون یک عجیل و یک دست نشانده. و پیوسته میخواین از قندوز به اطراف قندوز و به سایر ولایت همجوار قندوز نفوذ کند دشمن. مردم انتظار ازیر داشت که یک حکومت جدید یک بیای روی کار شود که زندگی مردم تغییرات بیاید، در زندگی مردم یک حالت خوب بیاید. حالتی که مثلا از اول بود بدتر و بدتر شده رفت. برگزار کنندگان این اعتراض مدنی میگویند به دلیل تاخیر بیش از یک سال در معرفی کابینه، آنها نیز با پیروی از آن یک هفته بعد سالگرد حکومت را تجلیل کردند. آنان هشدار میدهند که اگر حکومت به تغییر وضعیت جاری اقدام نکند، حرکت های بزرگی را سازماندهی خواهند کرد.